اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي الأظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللأن على اعدائهم اعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه تو فيها طويلا و اما خود اول فاز امام زاده است پیغمبر زاده هم نیست ما بهش نمیگیم یبن رسول الله میگیم یبن ابی طالب چون نسل ایشون به پیغمبر نمیرسه اما امام زاده است که چندین امام مدهشو گفتن امام حسین، امام سجاد، امام صادق، امام زمان و امام زاده است که به صورت خاص امام صادق برای زیارت نامه ما تو امام زاده ها تقریبا امام زاده ای نداریم که زیارت نامه داشته باشه یه فرمول ثابتی یه زیارت ثابتی است تو مفاتی برای همه امام زاده ها میخونن. تقریبا نداریم شاید مثلا حالا بعضی حضرت معصومه رو گفتن زیارت نامش از امام رضا ولی زیارت ای که امام خوانده باشه برای امام زاده راجع به حضرت عبل فضل فقط داریم حالا علی اکبرم که کنار پدرش اونم هست و ایشون در واقع شخصیتی است که امام صادق این زیارت رو براش خوانده و اوصاف ایشون ما از زندگی عباس هم خیلی خبر نداریم نه خطبه ای نه سخنرانی هیچ ایشون تقریبا همه ای عمرش کنار یک امام بوده به قول آقای قمری است که کنار شمس بوده لذا بروز نداشته شما این 15 سالی که ایشون کنار امیرالمومنینه، ده سالی که با امام حسن ده سالی که با امام حسینه هیچی چی یه خطبه ای هم به ایشون نسبت میدن بعضی آقایون این مستند نیست اصلا هیچ مبنایی نداره اول فاز فقط همین رجزهایی که تو کربلا ازش نقل شده و این زیارت نامه عمده این زیارت نامه است که شناسنامه ایشونه و شاخصه ایشونه خب من اجازه میخوام از همین زیارتنامه امشب بحث رو دنبال کنم ببینیم امام صادق چجور داره اموش رو تعریف میکنه فرمود وقتی میرید زیارت امو جانم عباس بیستید اینطور بگید السلام علیک ایوه العبد الصالح رو این کلمه خوب دقت کنید عبد صالح یعنی چی؟ اولا شما همه تو نمازتون به عبد صالح سلام میدید السلام علینا و علا عباد الله صالح همه شما میگید آینده عالم دست عبد صالح میفته ان الارض یرثها عبادی الصالحون امام زمان و یارانش عباد صالح میخوام اهمیت این کلمه رو اول بگیرید بعد من بگم یعنی چی میگم عبد صالح یعنی چی پس تو نماز سلام میدیم به ایشون السلام علی ای العبد عبد الصالح زمین وارثش عبد الصالح توی دعای نماز عید فطر میگیم خدایا یا هرچی عباد صالح هست تو میخوان ما میخوایم. اللهم اینی اسألو که خیر ما سأله که منه ها کرد خیلی مهمه ببینید انقدر مهمه که آخر سوره یوسف اگه اشتباه نکنم آیه 103 هست حضرت یوسف دعاش این بود الحقنی به صالحین منو جز به عبد صالح قرار بده پیغمبر خدا سلیمان با اون عظمت سلیمان هم پادشاه بود هم پیغمبر بود همه چیز در اختیارش بود دیگه چی کم نداشت سلیمان بی نظیره کم نظیر نیست هیچ که به پای سلیمان نرسیده باد در اختیارش جن در اختیارش همه چیز سوره نمل آیه 19 یه دعای اونجا مال حضرت سلیمانه نگاه کنید حضرت سلیمان یه دعایی داره تو سوره نمل آیه 9 تو نمازتون بخونید دعای یه پیغمبر پادشاهه این بود رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی خدایا توفیق بده شکر نعمتایی که به من دادی به جا بیارم و علا والدیه شکر نعمت که به پدر و مادرم هم دادی من به جا بیارم بالاخره بابام داشته که منم دارم بابام مسلمون بوده که منم مسلمونم سه و ان اعمل صالحا ترزا توفیق بده من عمل صالح انجام بدم چهارمیش منظورمه دقت کنید پیغمبر خدا سلیمان نبی معصوم چهارمین دعاش اینه و ادخلنی به رحمت که فی عباد که سالحین. منو جزو عباد صالح قرار بده حالا دیدید امام صادق چه کلمه ای رو برای عموش استفاده کرده <applause> کلمه ای که خواسته یوسف خواسته سلیمان ویژگی امام زمان و یارانشه تو نماز بهش درود میفرستیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین خیلی مهمه خب حالا سوال عبد صالح به کی میگن آقایون راه بسته نیست تا شما میتونید عبد صالح باشید من راهشو میگم ببینید ساده است منتها باید تلاش کرد عبد صالح به کی میگن چطور میشه عبد صالح شد یک کلمه عبد صالح کسیه که عمل صالح انجام میده اینکه سختتر شد آقا عمل صالح چیه عبد سالح کسیه که عمل صالح انجام بده عمل صالح چیه عمل صالح هم یک کلمه است عملی که انگیزش برای خدا باشه و خودش هم سالم باشه میگن حسن فعلی حسن فاعلی ولی که بره دزدی کنه برا خدا برای خدا انجام داده ولی کارش بده هم کار خوب باشه هم نیت خوب باشه یکی تو گوش یکی بزنه به خاطر خدا خب خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو میگه عمل صالح هم انگیزه سالم باشه هم کار خوب باشه چرا گاهی کار خوبه انگیزه صالح نیست حالا خیلی هم از ما سوال میکنن مردم آقا این دانشمندا این مبتکرا این مخترعا اینا که کار خوب انجام میدن ولی خدا را هم قبول نداره از طرف کافر برق اختراع کرده یک اکتشافی کرده خب اینا انگیزه شون خدا نبوده که چی میشه نتیجهش؟ این عمل صالح نیست حالا اون نتیجه چی میشه من کار ندارم خدا کار کسی رو بی پاسخ نمیذاره حتما دیشبم گفتم فرعون یه صفات داشت خدا بهش عمر داد ممکنه برای این آدمی که مثلا کافره ولی سخاوت داره خدا تو دنیا بهش پول بده مریض نشه ولی عمل صالح که قیامت میمانه بهش توشه نتیجه توشه دو تا ویژگی داره خودش خوب باشه انگیزه هم الهی باشه من یه مثالی برای شما بزنم یه وقتی رسول خدا نشسته بود یه آقای آمد پیش ایشون به نام سعسعه ایشون جد فرزدقه فرزدق شاعر سعسعت ابن ناجی حالا با اسمش کاری نداری سلام کرد و گفت آقا من تو حالا مشرک بودم امروز اومدم مسلمان میشه حضرت همه اشکال نداره شهادتین گفت و مسلمان شد و گفت یا رسول الله یه سوال سوال من اینه من قبل از اسلام یه سری کارای مثبتی انجام دادم بتپرست بودم و اصلا انگیزه دینی نداشتم من کافر بودم حضرت فرمود مثلا چه کار کردی گفت من این بچه هایی که زنده به گور میکردن دلم میسوخ دیدم باباش اینو کفن کرده بره تو خاکش کنه دخترها رو قرآن میگه موعوده و ازل تو؟ سوالات به ای ذنب قتلت می رفتم به باباش می گفتم بابا اینو نکش بدش به من می خریدم ازشون سه تا شطور می دادم این بچه رو می گرفتم. دیگه معروف شده بود هر کسی که خلاصه خدا بهش بچه میداد، داد اونایشون که متعصب نبودن بعضیشون قبول نمی کردن. زنده به گور می کرده می به من می فروختن. منم خب باید جا بگیرم دایه بگیرم هزینه داره دیگه مثل بهزیستی باید یه جایی درست کنه یا رسول الله سی سد تا بچه اینطوری من از مرگ نجات داده خیلی کار بزرگه خیلی شما سی سد و تا آدم رو نذاری از بم دختر رو حتما بعدا هم شوهرشون داده خرجشون رو داده کار خیلی با ارزش حضرت فرمودن اون اجری که اگر برای خدا انجام میدادی داشت نداره چرا خدا هرگز کار یه مخترع و مبتکر و یه آدم خوبه که کافر بی نمره نمیذاره حتما این 360 تا 360 برابر بهش مال میده 1080 تا دا شطور داده خدا 10000 به 800 تا بهش میده پول بهش میده مریض نمیشه کارش را میفته تو این جوابش رو میده آینه ببین بی اجر نمیذاره اما نمره ای که این کار اگر برای خدا بود داشت اونو نداره لذا عمل ساله آقای اون خیلی عوال ببینید اعمالی که ما انجام بدیم دو قسمه بعضیش که اصلا باید برای خدا باشه نباشه باطله مثل نماز روزه حج اینا که باید برای خ... انفاق بعضیش لازم نی برای خدا باشه مثلا تشریج جنازه من برای چشم هم همچشمی میرم چه اشکال داره یا فرض کنید که شرکت تو بعضی های مجلس امام حسین کسی برای خدا نه ببینید آقا چی میگه میخوام گوش بدم اصلا اومدم انتقاد کنم به انگیزه انتقاد اومدم لازم نیست بعضی امور میگن توسلی و تعبدی ولی اگر انسان بتونه تو همه یه کاراش این انگیزه رو ایجاد کنه مثلا یه خانمی تو خونه میتونه غذا درست کنه دهن شوهرشو ببنده یه زور میاد غور نزنه یه انگیزه است اما یه انگیزه منه خدا یا تو گفتی خوب شوهرداری کردن عبادته جهاده من برای اینکه به اون ثواب جهاد برسم این غذا رو درست میکنم این, این میشه عبادت حتی خوردن حتی خوابیدن ناز سه تا قلوه هو الله میخونه شب وضو میگیره روایت داریم میخوابه یه خدا انگیزه من اینه که انشالله بلنشم گناه نکنم کار خیر انجام بدم این خواب میشه عبادت میشه میشه آدم تو تمام کارهاش مؤمن باید خدا رحمت کنه معروم کاشف القطا قبرش تو نجف من رفتم سر قبرش فرماید من تو زندگی مباه انجام ندادم مباه و مکروه و حرام که هیچی چون همه یک کار بنده اومدم اینجا منبر انگیزم اگر الهی باشه این منبر ثواب ارزش پیدا میکن لذا اینو میگن عمل ساله عمل ساله انقدر گسترده است من یه آدرس بهتون میدم ببینید قصه میگم آدرس میگه آدرسش سوره توبه آیه 120 قصه شم اینه به پیغمبر خدا گفتن رومی ها قصد دارن به مدینه حمله کنن مرز عربستان یا حجاز با روم اسمش تبوکه من رو تو مدینه دیدم تو شهر مدینه اگر دقت کرد باشید نوشته تبوک 700 کیلومتر. یعنی شما از مدینه الان بخوای برید تبوک 700 کیلومتر است. تبوک الان یه شهر یه منطقه است 700 کیلومتر فاصله به پیغمبر گفتن اینا قصد دارن حمله کنن پیغمبر کسی نیستش که بشینه اینا بیان بریزن سرش لشکر روم مسیحیا با اون همه آدم فرمود ما نمیشینیم اینا بیان ما میریم جلوشون یا رسول الله 700 کیلومتر راه کجا بریم تابستان گرماست تازه محصولات مردم رو زمینه میخوان محصولاتشون رو جمع کنن فست خورما چیدن بود دیگه خورما فرمود اعلام عمومی کنید مردم بیان یه عده بمونن کارهای خانوما رو انجام بدن خرید کنن یه عده بمونن اما اکثریت آماده شید یه لشکر عظیم بریم تا آقا شوخی نیز 700 کیلومتر مواد غذایی میخواد فرمود هر که هر چی داره برداره یه کیلو خرما دارید دو کیلو خرما دارید کوزه آب دارید هر چی دارید بردارید مشک دارید چه اراده ای امیر المومنین اومد یا رسول الله من آماده شم فرمود نه شما بمون شما تو مدینه بمون من برم برگردم الله من عرض میکنم اقل سه چهار ما طول میکشه راه که یه قدم دو قدم نیست که شما بمان تو مدینه و اونجا بود که بهش فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا و لا نبی من بر خب حرکت کردن قرآنم به شدت اونایی رو که نیامدن مذمت کرده بهشون میگن مخلفون فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله مخلف کسایی که تخلف کرده خب آقا اومدن یکی ادعی هم تو این جنگ حالا تعدادشون من نمیدونم ولی حداقل مثلا دیشب گفتم عبدالله بجادین همینجا داستانشو گفتم مرد تو همین جنگ تو همین مسیر مرد عبازر از تشنگی بیحال شد همین جنگی که بهش میگن جنگ سخت جیش الاسره که کار دیگه اون آخرها به جای رسید که دیگه یه خرما به یه نفر نمیرسید یعنی اینقدر مواد غذایی کم شد حالا رفتن تا اونجا و دولت روم هم پشیمان شد و چه اراده ای دارن اینا ما گفتیم میخوایم حمله کنیم اینا اومدن جلو جنگی هم صورت نگرفت برگشتن دوباره نقاش رو شد همین یا رسول الله شما پیغمبر نیستی شما علم غیب نداری شما میگن دیگه دیدید که وقتی یه اتفاقی می شروع شد همین کارو داشتیم ما رو تا این اولا که تو این مسیر پیغمبر کلی با این تو راه ملاقات داشت اسلامو رو عرضه کرد یه سفر همچین مذهبی بود دیگه خیلی ها که اصلا فکر نمی پیغمبر پیغمبر روستا اینا رد بشه پیغمبر رد شد اینا دید یه ملاقاتی صورت گرفت بعد اونا پشیمان شدن باعث شد مرزهای اسلام محکم بشه خبرش رسید این آیه 120 سوره توبه جواب ایناست پنج مورد و شمرده پنج مورد الان میشمرم میگه تمام اینها عمل صالحه تشنه شدید گرسنه شدید خسته شدید پاتون درد گرفت همینه دیگه میگید راه رفتیم پامون پا درد گرفت تشنه شدیم گرسنه شدیم من رو بخونم ولا یصیبهم ظمأن زمع یعنی تشنگی ولا نصب یعنی خستگی ولا مخمستون یعنی گرسنگی ولا یتعون موت ان یقیز الکفار قدم برداشتید کافرها رو عصبانی کردید این چهار تا ولا ینالون من عدو و نیلا یا یه تیری نیزه ای از دشمن تعنی از دشمن به شما زده شد الا کتب لهم بهی عمل صالح دیگه از این سریح تر نمیشه تشنگیتون عمل صالحه گرسنگیتون عمل صالحه خستگیتون اینو برای اون هم میگم که تو عربعی میداره کربلا مثلا سختی میکشه عمل صالحه تشنگی میکشه گرسنگی میکشه یا یه راهپیمایی میاد روز قدس اسرائیلیا رو عصبانی کنه ولا این صریح دیگه ولا یتعون موت قدم بردارید یقیز الکفار میگه رأی میده آقا شما اجر میبری این رأی اجر داره این راه رفته این حرکت کردن این آیه قرآنه ببین تا میگی عمل صالح فکر میکنه مثلا حالا نماز شبه نه عمل صالح فکر نکنید فقط من پنج تا مثال زدم که شما تا رو بخونید تشنگی، گرسنگی را رفتن، سختی کشیدن الان ما این داریم مستجرن خب یه قدری حق دارن بالاخره دیگه من طرف این خونش رو با... زندگیش با این اجاره میچرخه یا نه میگه این مستجر باید بلندش من باید مثلا این پنجامل رو خرج این ساختمون کنم رنگش، شاهش، ما خواهش میکنیم رحم کنن ولی خب بعضی از اینا میگه آقا من زندگیم با این میشه خیلی این مثلا میخوام ماشین بگیرم بچه‌م باش کار کنه خب چه باید کرد یه بخشش وظیفه دولت وام بده کمک کنه وظیفه مردمه تو یه فامیل آقا این بنده خدا 100 میلیون میخواد برای رن ده تا ده تا من جور کنن بهش بدن ما ماشاءالله پولدارم زیاد داریم <تصفح> الحمدلله بعضیا خیلی وضعشون خوب شده حلالم هم است انشاءالله. حرام نیست بالاخره زمین داشته گرون شده خونه داشته گرون شده هر که هرچی داشته و ازش خوب شده اون که داشتن باید دستگیری کرد این جوان میخواد ازدواج کنه ما سیره معصومین ما رو ببینید امام کازم علیه السلام پول همیشه هم تو جیبش بود اصلا یک کیسه هایی داشت کوچیک به نام سره سره با ساد جمعش میشه سرر اصلا مسل شده بودا میگفتن هر که اینا گیرش بیاد اوضاعش خوب میشه صد دینار دیویست دینار سیصد دینار همیشه همراهش بود اومدن بهش گفتن یک کشاورزی امسال محصولاتش از بین رفته خیار و خربوزه میکاشته ملخ زده آقا خودش سوار شد رفت تو مزرعه دید طرف نشسته لای این خیارا و خربوزه های ملخ زده و خراب شده گریه میکن. آقا اومد جلو چته گفت اسبه تو که سریم آقا خاکستر شدم خاکستر شدم هیچ چی نداره اسبه تو که سریم آقا فرمودن که چقدر درآمد داشته اینجا براد گفت آقا اگر ملخ نمیزد و مثلا به طور طبیعی کار پیش میرفت 120 دینار یا درهم آقا یکی از این کیسه ها بش داد چقدر توش باشه خوبه 150 <تص> 150 یعنی سی تا بی... اگه خودش هم ملخ نمیزد و کار میکرد به طور طبیعی انقدر گیرش نمی آمد این سب البته خب حالا ائمه معصومین خودشون زندگی ساده ای داشتن اما آدمای نداری نبودن اینو به شما بگم امام صادق جز ثروتمندان مدینه است خود امیرالمومنین باغ ها و موقوفات متعددی داشت مردم میدادن نظر میکردن خمس می آوردن بالاخره دستشون باز بوده امروز هم البته ما خیلی خیر داریم من یه وقتی خدا رحمت کنه روحش آلیس متعالی بشه شهید رئیسی رو وقت خدمت ایشون منبری داشتم پارسال فکر کنم همچین روزی هم بود چون ایشون دو روز روزه داشت ما رو دعوت کرد سال گذشته من رفتم بعد از ظهر داشتن آقا شب دارن تا و عاشورا ایشون دو روز روزه داشت سه روز داشت دو روزش من رفتم بعد به ایشون عرض کردم گفتم آقا خیر نباشه کشور خوابیده این مدرسه ها رو بیشترش رو خیرا ساختن بیمار الان شهر ما که شهر قم 80 درصد بیمارستاناش مال خیره یا مال مراجع اصلا اسمش هست بیمارستان آیت الله عظمای گلپایگانی بیمارستان آیت الله عظمای سیستانی گفتم خ... گفت قبول دارم ایشون اینا همه عمل صالحه گاهی ممکنه یه مسئولی وقت بگذاره حالا نرسم نماز شم دیر شه اون روز نرسم مثلا فلان من یه وقت خود ایشون تو مشهد من تو بیت رهبری هم گفتم اون موقعی که حالا هنوز ریاست جمهوری نداشتن نمیدونم قوه بودن یا آستان قدس اومدن شروع کنن زیارت نامه خب تا شروع میکردن یکی میومد تا شروع هفتش بار آخر بستش نخوند گفتم آقا نذاشتن زیارت نامه بخونی گفت عیب نداره امام رضا میدونه کار اندازی مردم ثوابش از این زیارت نامه بیشتر حالا من یه زیارت نامه بخونم یا نخونم ما روایت داریم برتر از دو هزار رکعت نماز مستحبی روایت داریم کار رو اندازی مردم در هر قدمش چقدر ثواب عبادته مخصوصا حالا اداریا چو وا نمی گرهی خود گره مباش باش ابرو گشاده باش تو دستت گشا یه خانم میاد تو شهرداری بلد نیست آقا این نه این از مزای مجازی سر در میاره نه دولت الکترونیک برن بلنشید دنبالش را بیفتید کارش را بیاندازید نه آقا 12 تومن 15 تومن من, من حقوق میدن مال دو روزه خب حالا بالاخره تو داری در ازای حقوق کار میکنی قبوله این خیلی مهمه السلام علیک ایها العبد الصالح دو تا کلمه عبد صالح کیه کسی که عمل صالح انجام میده عمل صالح چه عملیه هر عملی که به انگیزه الهی باشه حسن فاعلی هم داشته فعلی هم ببین دو تا حسن داشته باشه خودش خوب باشه انگیزش هم خوب باشه گاهی انگیزه خوب خودش خوب نیست مثل کسی که بره دزدی کنه قربتن الله انگیزش درسته ولی کار بده گاهی کار خوبه انگیزه خوب نیست خدمت میکنه رو چشم و همچشمی نه قرآن میفرماید ینفقون فی سبیل الله هم انفاق که کار خوبیه هم انگیزه که فی سبیل الله این یه ویژگی غمر منیر بنی هاشم که یه صلواتی به روحش هدیه کنین من دو سه تا دیگه عرض کنم و دعاتون کنم ویژگی دوم المطیع لله ولی رسول ولی امیر المؤمنین ولی حسن ول حسن خب ایشون که بیشتر از این ائمه رو درک نکرده همین امام حسن و امام حسین و پیامبر امیرالمومنین رو درک کرد آقا شما مطیع پیغمبر و امام حسن و امام حسین و علی علیه السلام بود آقا ما سه جور تو قرآن اطاعت داریم خوب گوش بدی. یک اطاعت درصد ممنوع دو اطاعت صد درصد درست نه نباید بگی باید بگی چشم سه اطاعت مشروط سه جور اطاعت داریم یک اطاعت صد درصد ممنوع لا تطع الکافرین کفار رو تو کفرشون اطاعت نکنید لا تطع المنافقین پیغمبر اصلا حرف منافق گوش نده لا تطع کلی دو اطاعت مطلق نه نمیشه دوش بیاری کی؟ اتی الله و اتی الرسول و اول الامر من همین ستا خدا پیغمبر امام معصوم اول الامر منطبق بر امام معصومه اشتباهه اگر کسی بخواد اول الامر رو بر ولی فقیه تطبیق کنه نه ما ولایت فقیه رو از یه رای دیگه ای ثابت میکنیم میگیم دوران غیبت امام نیست نزدیکترین فرد به امام مرجعه ولی فقیه ولی فقیه اطاعتش در مسیر اطاعت خدا و امام و پیامبره لذا اولوالامر که مطلقا اطاعتش لازمه یعنی ائمه معصومین این اطاعت هم اطاعت محضه سوم هم اطاعت مشروط مثل این مثالی که دادم یا پدر و مادر میگه پدر و مادر تو اطاعت کن ولی اگه گفت نماز نخون اطاعت نکن خانم شوهر تو اطاعت کن اما اگه گفت بی بیا بیرون گوش نده اگه به شما گفت برو فلان خراف انجام بده یا حق نداری مثلا روزه بگیری نه در اطاعت در واجبات اطاعت همسر لازم نیست دو مستحبات بله دو مباهات بله آیا عزیز خواهران گرامی سومین ویژگی اول فضل عباس اینه المطیع مطیع محض اما شما نگاه کنید روز آشورا یه افسری افسره یعنی یک شخصیتی که شخص دوم بعد از امام حسین بش بگن تو برو آب بیار چشم میدان نرو چشم جلو خیمه ها وایس پاسداری بده اول فاز روز آشورا از صبح تا غروب جلو خیمه ها نگهبانی میداد خدا رحمت کنه شهید رجایی رو رحمت خدا بر ایشون انقلاب که پیروز شد من اومدم گفتم یه کاری هم به من بدید یه کاری بکنم دیگه ایشون میگفت که هویدا تو زندان بود به من گفتم برو نگهبان هویدا شو گفتم باشه گفت رفتم جلو دل زندان نشستم موازه به این بودم فرار نکنه دستشوی میخواد داره ببرمش وقتی رئیس شما خاطره را تعریف کرد گفت من از کاسه بشقاب فروشی شروع کردم ببینید مطیع امام اینه یار امام صادق امام باقر و امام صادق علیه السلام آقا بهش فرمود تواضع کن آدمی که مغازه دار بود کلی مال داشت یه سینی خورما برداشت اومد جلو مسجد وایساد میفروخ شما فکر کنید یه رئیس کارخونه تو این شهر یه صاحب مثلا تالار مغازه فلان ثروتمند بیاد گوشه خیابون یه چخ تافی بذاره سیب زمینی بفروشه همه رد میشن میگن ای چی شده محمد ابن مسلم با اون ثروت آسیاب داشت ازش خیلی خوب بود آقا به دید یه خورده این تکبرش داره فرمود ت... آقا بهش نگام این کارو بکنه فرمود تواضع کن خودش تشخیص داد اینطوری تواضع کنه یه سینی خورما برداشت اومد جلو مسجد فاملاش مدن گفتن آبرو ما رو مارو بردی گفت امرنی مولای آقا ازم خواسته تواضع کنه مطیع یعنی تو اوج جنگ به مالک اشتر میگن برگرد میگه چشم المطیع لله آب بیار چشم نگهبانی بده چشم میدان نرو چه هر چی میگن این میشه متی و لذا من ندیدم یک جایی اول جلو امام حسین جلو امام حسن اظهار عرض اندام کرده با پسر علیه پسر علیه فرق نمیکنه این یه شخصیتیه برای خودش اما میدونه اطاعت امام برش واجبه و لذا من هرچی تاریخ گشتم ایشون یه حتی پیشنهادی به امام حسین بده و بعضی از اصحاب به امام حسین پیشنهاد دادن ابدا این میشود مطی مادرش هم اینطوره مادرش هم اینطوره وقتی گفتن همه بچه ها شهید شدن گفت همشون به فدای امام حسین این المطی الله و در رسوله و نکته آخر که امشب دیگه بگم و دعاتون کنم اشهد لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا و نسیح وفادار بودی تسلیم امامت بودی آقا کسی دست ببره زیر آب این جنگ تبوک که الان براتون گفتم یه قصه ای داره بگم بعد اینو بگم تو جنگ تبوک بعضی ها وسط را شونه خالی میکردن بر میگشتن دیدن کار خیلی سخته به قول امروز دو دره میکردن یه جوری خودشون از میدان یه روز اصحاب گفتن یا رسول الله عبازرم نیست فکر کنیم فرار کرده پیغمبر نبود این حرفا رو نزنید عبازر که در نمیره که گفتن آقا نیست کو هرچی میگردیم نیست فرمود انکان فیه خیر اگه خیر توش باشه یعتی میاد تا یکی درونیست سرش حرف درست نکنید تا یک کلیپی پخش میشه تا یه آدم حسن زن باید داشته باشه حالا من عرض میکنم آ. یه روز هم که نشستن اصحاب دیدن یه کسی از اون عقب داره افتان و خیزان میاد پیاده هی میفته هی پا میشه هی میفته. اومد اومد پیغمبر یه نگاهی کرد همون کن یا ابازر خدا کنه این ابازر باشه اقلا در دهن این مردم بسته بشه پشترش حرف نزنن آقا اومد جلو دیدن ابازره افتاد جلو پیغمبر احال رفت احال رفت پیغمبر دید لبا خشکیده صورت سرخ شده توی آفتاب فرمود برید آب بیارید اینه تشنگی اینطور شده یه کسی گفت یا رسول الله مشک آب دوششه خودش مشک همراشه پر آبه یه کمی که حال اومد مشک در آوردن و حضرت فرمود عوازر تو مشک آب داشتی تا اینجا تشنه اومدی گفت آقا قصه من اینه من با شطورم می آمدم شطورم پاش گیر کرد توی گودالی و دیگه نشد سوارش بشم شطور رها کرد پیاده اومدم رسیدم به یه جایی دیدم آب است دست بردم زیر آب ولی نخوردم گفتم قبل از آنی که پیغمبر از این آب بنوشه من نمیخورم آب رو توی این مش کردم حالا تشنم شما اول بخور من بعد میخورم اینو میگن وفا این نمونهش تاریخ تکرار قبلش اتفاق افتاده گفت من نخوردم آب چفی از آب شو آورد به نزدیک دهان عکس شش ماهه در آن آب تماشا میکن بعضی هم میگن کی حرفا رو زده خب عبالفرس که رفته و بعدم اومده و شهید شده آقا اینا ناقلش خیلی هاش امام سجاده خیلی از رو امام نقل کرده برای ما فلم مازکر عتش الحسین این نهایت وفاداری میگن وقتی این پرچم آورده بودن پیش یزید هی hey, بالا پایینش میکرد هی hey, نگاه میکرد میگو باریک الله مرحبا قدیم علم بوده دیگه نه مثل این علمات هایی که الان هست اینا که تو جنگ نمیشه دوش بگیری نه همین تو خیابون چند قدم میشه برد یه پرچمی بوده ساده دید تمام این پرچم سوراخه تیکه تیکه شده اما این دسته و این چوب علم به قول معروف سالمه گفت اینو میگن وفا این فرمانده ای بوده که نذاشته این علم از دستش بیفته ای علم دار سپه کو علمت علم دست ز پیکر قلمت دست که قلم شد علم افتاد و الا علم و ای سپه دار علم کو علمت علم دست زپیکر پیکر قلمت این سه تا ویژگی عباس عبد صالح خدا مطیع محض خدا و پیامبر و ائمه و تسلیم و وفا وفا در روایت داریم کسی وفا عهد نداشته باشه دین نداره لا دین لمن لا عهد له السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و امیر المؤمنین و حسن و لحسین علیهم السلام